بسم الله الرحمن الرحیم. متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما آقای خامنه ای مدظ الله العالی رئیس جمهور منتخب و محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الاراضین. خداوند علیم و قدیر را سپاس میگویم که با فضل و عنایت خود ایران را بار دیگر در آزمون‌های سیاسی و اجتماعی انتخابات سرفراز فرمود و ملت عظیم و شان در شرایطی پیچیده و دشوار با حضور پرمعنا و عزت آفرین خود حاکمیت رأی مردم بر اداره امور کشور را نمایان ساخت و با انتخاب شخصیتی مردمی و عالی‌قدر از تبار سیادت و علم و مزین به پرهیزگاری و خردمندی و دارای سوابق درخشان مدیریت عزم راسخ خود را بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب که مسیر عدالت و پیشرفت و آزادی و عزت است نشان داد. امروز میهن عزیزمان تشنه خدمت و آماده حرکت جهشی در همه عرصه ها و نیازمند مدیریتی با کفایت و جهادی و دانا و شجاع است که بتواند توانمندی های آشکار و نهفته ملت به ویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکلات است بسیج کرده و به میدان کار و تلاش سازنده آورد. موانع را از سر راه تولید بردارد و سیاست تقویت پول ملی را به جد دنبال کند و قشرهای متوسط و پایین جامعه را که سنگینی مشکلات اقتصادی بر دوش آنهاست توانمند سازد. مدیریتی که با مشی فرهنگی خردمندانه مسیر اعتلاء مادی و معنوی ایران را هموار کرده حرکت کشور به سمت جایگاه شایستش را شتاب بخشد. اکنون با تشکر از مردم عزیز و با پیروی از گزینش آنان رأی به عالم فرزانه و خستگی ناپذیر و کار آزموده و مردمی جناب حجت الاسلام آقای سید ابراهیم رئیسی را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم. و از خداوند متعال توفیق و سربلندی ایشان و همکارانشان را مسئلت می نمایم و یادآوری می کنم که رأی ملت و تنفیذ این جانب تا هنگامی است که مشی همیشگی ایشان در پیمودن صراط مستقیم اسلام و انقلاب ادامه داشته باشد که به فضل الهی چنین خواهد بود ان شاء الله. و السلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای 12 مرداد 1400.
اسمی فرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. اللهم صل على وليك علي ابن موسى رضا المرتضى عددا ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي ابن موسى رضا المرتضى سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری معظم انقلاب این بود که من دست مبارک ایشون رو میبوسیدم، لکن به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد. شاکرم به درگاه خداوند متعال بر نعمتهای بیکرانش. سر بر آستان ربوبی می سایم و اسلامی را به جا می آورم. خورشید تابناک مردم سالاری دینی بیش از 40 سال در این سرزمین طلوع کرد با هدایت امام بزرگوار و عظیم الشأنمان و با همت والای مردم بزرگ و وظیفه شناس. مدل حکمرانی نوینی با عالم عرضه شد. در این مدل حکمرانی نو، امر دین در کنار دنیا، امر علم در کنار اخلاق، امر عدالت در کنار پیشرفت، امر عزت در کنار رفاه. این مدل به عالم عرضه شد تا بدانند پیوند معنویت با زندگی انسان معاصر را، و بدانند دین می تواند در متن زندگی انسان معاصر حکومت کند و تمام شؤون زندگی انسان را اداره کند. و در یک کلام، جمهوریت در کنار اسلامیت، استقلال در کنار آزادی در هم آمیخت، و این آمیختگی برای جامعه اسلامی ما و برای عالم مدل نوینی از حکمرانی را عرضه کرد. دولت مردان و مسئولان، مردم عزیز، در این 40 سال بسیار تلاش کردند در جهت تحقق مردم سالاری دینی. در این 40 ساله اونجا که توجه به رهنمودهای امام و رهبری شد، به سیاستهای نظام شد، حوزه پیشرفت، اقتدار و ارتقاء بود، و اونجا که بی توجهی یا کم توجهی شد به رهنمودهای امام و رهبری و سیاستهای مصوب نظام و اقتضای انقلاب شکوهمند اسلامی، اونجا حوزه مشکلات، کاستیها و گلمندیهای مردم بود. من بجاست نسبت به همه خدماتی که تاکنون در این 40 ساله انجام شده است و همه کسانی که در
پیشرفت این کشور نقش داشتند و ایفای نقش کردند صمیمانه سپاسگزار باشم و نسبت به همه کسانی که خدمت کردند و سهیم بودند در این پیشرفت ها باید ادای احترام کنند. انتخابات 28 خرداد جلوه ای از مردم سالاری دینی بود. در این انتخابات مردم علارغم همه دشمنی های دشمنان، علارغم همه شرایط بهداشتی، وضعیت کرونایی و مشکلاتی که بود، حضوری با شکوه داشتند. حماسه ای بزرگ خلق کردند. در کنار حماسه هایی که تا کنون به دست توانای مردم و با اراده مردم خلق شده، حماسه ای که دشمنان را ناامید کرد، دوستان را امیدوار کرد. در حماسه 28 خرداد همه مردم نقش داشتند. باید همه اقشار، همه مردم و ملت عزیز و بزرگوارمون، پیر و جوان، از همه گویش ها، اقوام، مذاهب و از همه مردم عزیزمون، به ویژه آنانی که مردم را به مشارکت و بعث و برانگیختن برای حضور در انتخابات دعوت کردند، از عزیزان فرهیخته‌ای که نقش آفرین بودند، به ویژه در رأس همه رهبری معظم انقلاب اسلامی، حماسه با شکوه حضور مردم خلق کرد. این حماسه مردم که باید از دست اندرکاران انتخابات هم تقدیر کرد، پیام‌هایی داشت. پیام مردم در 28 خرداد پیام تحول خواهی بود، پیام عدالت خواهی بود، پیام مبارزه با فساد، مبارزه با فقر و مبارزه با تبعیض بود. پیام مردم در 28 خرداد ماه پیام اجرای سیاست‌های اعلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. پیام توجه به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و پاسداری و پاسداشت از خون مطهر شهیدان و وصایای ارزشمند اونها بود. پیام 28 خرداد پیام ضرورت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه بود. اینها پیام‌هایی بود که مردم عزیزمون با رأی خودشون دادند و خواستند از دولت برخواسته از رأی مردم تحقق ببخشد عدالت را، مبارزه کند با فساد، پایان بدهد به روابط ناسالم اداری، پایان بدهد به راندخاری‌ها، پایان بدهد به هر گونه ضد ارزشی که هیچ گونه تناسبی با اساس انقلاب و نظام و ارزش‌ها در این کشور ندارد. این پیام مردم بود و خواست مردم. در یک کلمه و در یک جمله عرض بکنم، پیام مردم پیام تغییر وضع موجود بود. شرایط و وضعیتی که درش قرار داریم، چه وضعیت اقتصادی، تورم 44%، بیش از 44%، شرایط و وضعیت رشد نقدینگی 680%، در این سالها بدهی های دولت از سال 94 سه برابر شدن، مشکلات بسیاری که در زندگی مردم اثر گذاشته و علاج کردن وضعیت کسری بودجه 450,000 میلیاردی، اینا وضعیت
مردم رو امروز ما وضعیت مناسبی نمی‌بینیم، وضعیت و شرایط اقتصادی را هم به دلیل دشمنی دشمنان و هم به دلیل کاستی‌ها و مشکلاتی که در درون داشتیم. اینها باید تغییر بکنه. مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مسئله بیکاری، مسکن، اشاره بکنم به آسیب دیدن اعتماد مردم. دولتی خواستن که این دولت این آسیب رو جبران کنه، اعتماد رو به مردم بازگرداند، این فاصله رو بین ملت و دولت کاهش بده. و این رابطه بین ملت و دولت بسیار میتونه گره گشا باشه برای همیشه در کشور، بوده تا کنون، از این پس نیز این رابطه باشد تا بتواند مشکلات حل بشه، در مقابل دشمنی دشمنان ایستادگی و مقاومت بشه. از دولت جدید اون چه مردم خواستند یک تحوله. این تحول اجتناب ناپذیره برای کشور، باید این تحول اتفاق بیفته. برنامه دولت برنامه تحوله. این تحول مستند است به سند بسیار ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سند ماندگار بیانیه گام دوم مستند اقدامات دولت خواهد بود. در این سند که رهبری فرزانه انقلاب اسلامی بسیار حکیمانه نوشتند، هم وضع موجود به خوبی ترسیم شده، هم وضع مطلوب. ما باید وضع موجود و مطلوب رو دقیق ببینیم و فاصله وضع موجود با مطلوب را کمتر و کمتر کنیم و بتوانیم برسیم به وضعیتی که امروز مورد انتظار مردم، یعنی تحقق فرازهای بلند بیانیه گام دوم. در این تحول ضروری لازم است که همه فرهیختگان، اندیشمندان، مسئولان، دغدغه‌مندان و عزیزان نقش‌آفرینی کنند، همه مردم مشارکت کنند، به میدان بیایند و این کار انجام شدنی است. ما حتما به دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد، گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد. حتما دنبال می‌کنیم مسائل پیشروی دولت را. یک مسائل ضروری و فوری وجود داره که از امروز دولت با اون مواجهه که باید دنبال بکنه. مسئله کسر بودجه، مسئله بازار سرمایه و ثبات بر بازار سرمایه و بورس، مسئله مهم کنترل تورم و گرانی ها، مسئله کرونا که امروز موجب نگرانی مردم عزیزمون هست، موضوع و مسئله آب و برق و بسیاری از نیازمندی هایی که امروز وجود داره. من به همه دولت مردان دولت دوازدهم خسته نباشید عرض می کنم، اما کارهای بسیاری است که از امروز پیش پای دولت ما. یک برنامه تحولی آنی فوری کوتاه مدت تنظیم کردیم با نگاه به مسائل پیش رو که حدود 10 مسئله محوری وجود داره که از امروز دولت با اونها مواجهه. شناسایی شده مسائل، من به مردم اطمینان بدم، هم مسئله خوب شناخته شده، هم راهکارهای مسائل شناسایی شده، از نگاه کارشناسان و خبرگان و صاحب نظران هم بهره‌مند شدیم. انشاءالله این کار با قوت دنبال میشه به صورت فوری و آنی، اون مسائلی که امروز پیش پای دولته. و اما نسبت به برنامه تحولی 4 ساله که زمینه برنامه 7 در کشور خواهد بود، اجرای برنامه تحولی 4 ساله دولت که انشاءالله به زودی در اختیار نخبگان، اندیشمندان و صاحب نظران قرار خواهد گرفت و از نظر همگان بهره‌مند خواهیم شد، زمینه و بستر برای اجرای برنامه توسعه 7 کشور خواهد بود انشاءالله. ما امید اون داریم که در این برنامه تحولی همه دغدغه‌مندان
بدون نگاه به خط و جناح و گروه سیاسی، بدون نگاه به این که از کدام قوم و کدام قبیله و در کدام دانشگاه و در کدام حوزه هستند، همه فرهیختگان و دلسوزان نقش‌آفرینی کنند. ما از اصحاب ما میتوانیم هستیم، یقین داریم با همه موانع و مشکلاتی که پیش رو وجود دارد، امروز راه برای برون رفت از این مشکلات کاملا وجود داره و اراده جدی برای رفع مشکلات به حمدالله وجود دارد. ملت عزیز ما، جوانان برومند ما، نیروی انسانی کارآمد ما وضعیت رو متحول خواهد کرد انشاءالله. ما امیدواریم با نگاه همه صاحب نظران و فرهیختگان بتواند وضعیت متفاوت بشود و وضع به نفع مردم و به نفع ارزش‌های انقلاب اسلامی و اون چه مورد توقع رهبری معظم انقلاب، مردم عزیزمون، خانواده معظم و مکرم شهیدان و ایثارگران و فرهیختگان هست در این کشور، انشاءالله وضع تغییر بکنه و ضمن پاسداشت نسبت به همه خدماتی که تا کنون انجام شده، گام‌های ماندگاری برداشته بشه با استفاده از همه تجربیات و اندوخته‌هایی که امروز وجود داره پیش پای ما. من در پایان سخن عرضه می‌دارم، پروردگارا، تو خوب می‌دانی حضور من در این عرصه به عنوان یک طلبه خدمتگزار با چه انگیزه ای صورت گرفت. اگر نبود خدمت به مردم، اگر نبود برای ایجاد گشایش، اگر نبود در یک کلمه اجرای عدالت، حضور در این عرصه برای بنده معنا نداشت. اما افتخار میکنم برای حضور در این عرصه که خدمتگزار کوچک برای مردم عزیز باشم. خدایا تو خوب میدانی از آشکار و نهان آگاهی، میدانی نیت و انگیزه ما رو، در این عرصه ما را مدد کن. خدایا تمام کسانی که در این میدان کار مردم رو به عهده دارند، به برکت این ایام، روز مبارک قدیر، به برکت نزول این آیه شریفه، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خدایا در این ایام اونچه امیرالمؤمنین و اونچه پیامبر عظیم الشان اسلام در روز قدیر به مردم آموختند، صفات حکمرانان و صفات دولت مردانی که باید، چه در نامه‌ای که امیرالمؤمنین برای مالک اشتر دارند، عهدنامه‌ای که برای همه دولت مردان در همه روزگاران به عنوان سند قطعی است، صفات حکمرانی رو فرمودند. همه دولت مردان به معنی عام کلمه، یعنی همه کسانی که در جایگاه ها و پست ها به نام نظام جمهوری اسلامی خدمت می کنند. خدایا از این صفاتی که پیامبر در حدیث قدیر فرمود و امیرالمؤمنین علیه السلام در این نامه فرمود، از این صفات همگان را برخوردار فرما. خدایا به عزت و جلالت سوگندت می دهیم دستان یاریگر ائمه هدا علیهم صلوات الله، به ویژه وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را به یاری ما بفرست و گره ها را به دست مبارک حضرت ولی عصر گره گشایی فرما، به ما اخلاص در عمل مرحمت فرما. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و رب العرش العظیم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.